مجید سمیعی جراح مغز و اعصاب از هانوفر آلمان با ما است. آقای دکتر ممنون که وقتتون رو به ما دادید. ممکن است کمی در مورد چند و چون این که چطور آقای هاشمی شاهرودی این کلینیک رو انتخاب کردن، چطور شد به اینجا آمدن بیشتر به ما بگید؟ حالا بیمارستان ما یه بیمارستان بین المللی است و تعداد اساتید زیاد در اینجا کار میکنن و من در سفر ایام کریسمس بودم که با اساتیدی که در اینجا کار میکنن تماس گرفته شده بود. این اساتیدی هستن که در دانشگاه سمت استادی دارن و در این مرکز هم کار میکنن و اینطور که به نظر میرسه که سالت ایشون به شخص، به رشته شخص من اصلا ارتباطی نداشته، از این لحاظ متخصصین دیگر اونها تصمیم بر این گرفتن که اگر ایشون احتیاجی داشته باشن باید به هانوف بیان و تحت مالجه قرار بگیرن. منتقدان جمهوری اسلامی از شما، شخص شما انتقاد کردند که چطور هست که ایشون رو پذیرفتید در، حالا چه به عنوان پزشک چه به عنوان سرپرست کلینیکی که در اون هستند. پاسخ شما چیه؟ پاسخ من این است که این سوال سوالی است که اگر بخواد جواب مثبتی داشته باشه باید سیستم پزشکی رو در سراسر دنیا باید عوض کنیم، به این معنا که قبل از اینکه یه بیماری وارد یه بیمارستان میشه اول رؤسای بیمارستان و مأمورین از طرف دولت و دستگاه‌های قضایی شروع کنن تحقیقات لازم بکنن، ببینن این کسی که بستری میخواد بشه و مریض هست چه گذشته ای داره. شما برای خودتون میتونید تصور بکنید که یه همچین کاری در دنیا قابل اجرا هست و بعد اینطور باید بشه که اطباء و مسئولین بیمارستان ها باید برن یک دوره سیاسی بگذرونن، یه دوره قضایی بگذرونن تا بتونن وارد بشن که به چه نحوی میتونن از گذشته ها یه مریض یا گرفتاری های مریض غیر از کار پزشکی به کارهای اقتصادی و سیاسی و اونها تسلط پیدا کنه. شما یعنی این سوال به من جواب بدید که چه شکلی باید این کار انجام بدم؟ بله آقای دکتر، شما شخصیتی هستید که در ایران بسیاری از ایرانی ها به وجود شما افتخار میکنن، خیلی وقتها در مورد شما در فضای مجازی صحبت میشه. بعضی الان انتقاد کردن که چرا شما با آقای هاشمی شاهرودی عکس گرفتید، دلیلی داشته که شما به طور ویژه از ایشون مثلا بازدیدی بکنید یا نه؟ یا ببینید، من ریاست این بیمارستان دارم و تمام بیمارانی که اینجا هستن موقعی که در از من طبیبشون خواهش کنن که یک کنسلتاسیونی انجام بدید، فکر میکنید که من رد بکنم برای یک کسی اسمش با حسن یا حسین باشه؟ این کار صحیح نیست و هیچ وقت نکردم و هیچ وقت هم در آینده خواسته طبیب معالج رو برای دیدن بیمار هیچ وقت من رد نخواهم کرد. عده دیروز مقابل کلینیک شما تجمع کردن، انتقادشون به آقای شاهرودی هست، میگن اون زمانی که در مسند قوه قضایی بوده اتفاقاتی در قوه قضایی افتاده که او باید پاسخگو باشه. آیا شما در رأس این کلینیک در جایگاهی هستید که بخواید در این زمینه کاری بکنید؟ آیا با شما از به لحاظ قضایی کسی تصمیمی گرفته در این زمینه؟ ببینید، اول از این که بنده ایشون رو اصلا، اسم ایشون رو هم نمیشناختم و تازه شنیدم مثل شما و دیگران، چون من که در ایران زندگی نمی کنم. شاید در سال دو روز سه روز برای من پیش بیاد که برم ایران، اونم برای تدریس و برای دیدن همکاران خودمون و شاید اون مسئله مرکز علوم اعصابی که در ایران الان در دست ساختمان هست. باور کنید که برای من وقتی باقی نمیمونه که من بخوام تمام کارهای به نرمالی خودم انجام بدم و به موقعیت کارهای سیاسی قضایی ایران بخوام برسم. این اصلا غیر قابل قبول و فکر نمی کنم هیچ فردی که واقعا با حقیقت همراه باشه بتونه جور دیگه فکر بکنه.
من از 100 کشور مختلف بیمار دارم. بله. همه بیمارها هم هر کدومشون شاید برای خودشون یک گذشته‌ای دارن. شما فکر می‌کنید این قابل اجرا هستی که ما بخوایم به عنوان طبیب وارد کارهای سیاسی و قضایی افراد بشیم؟